و ما خبر آخر موزه اشمولین در شهر آکسفورد انگلیس با برگزاری نمایشگاهی میزبان آثار هنری ادیان مختلف از جمله نسخه های قدیمی و کمیاب قرآن کریم است این نمایشگاه با نام تصور الوهیت معبودیت هنر و ظهور مذاهب جهان برگزار شده و با ارائه آثار هنری اطلاعاتی جذاب درباره ادیان مختلف در اختیار بازدید کنندگان قرار می دهد. در این نمایشگاه آثار هنری مذهبی از پنج دین بزرگ جهان به نمایش گذاشته شده و تاریخ هنر در ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت، هندویسم و بودیسم مورد توجه قرار گرفته است. آثار به نمایش گذاشته شده نشان می‌دهد که چگونه تصورات مردم در مورد اشیاء و هویت‌های دینی در گذر زمان تغییر کرده است. به عنوان مثال در این نمایشگاه با رجوع به آثار هنری تاریخی نشان داده شده که تصور کلی از حضرت مسیح علیه السلام در گذر زمان چه تغییراتی کرده است. در نمایشگاه موزه آکسفورد همچنین نسخه های متنوع از قرآن کریم به نمایش گذاشته شده است استفان که از مسئولان این مجموعه میگوید برگاه ها و نسخ زیبای قرآن به نمایش گذاشته شده در این نمایشگاه از اولین نسخه های قرآنی هستند که به خط حجازی نگارش شدند وی بیان کرد نخستین هنرمندان مسلمان زبان هنری زیبایی برای نگارش قرآن خلق کرده اند و تمام تلاش خود را به کار می بستند تا متن قرآن را به زیبایی تمام بر روی کاغذ آورند. لینک افزود در میان این نسخه قرآنی نسخه قرآن پرستار متعلق به زنی به نام فاطمه پرستار یکی از شاهزادگان در قیروان تونس نسخه مورد علاقه من است. او گفت من این نسخه قرآن را دوست دارم زیرا بر خلاف دیگر نسخه ها اطلاعاتی در مورد نگارنده و اهدا کننده ی آن وجود دارد این نسخه قرآن متعلق به زنی در روزگار کوهن بوده که آن را به یک مسجد اهدا کرده است لنگ تصریح کرد این نسخه با ارائه اطلاعاتی در مورد جوامع اسلامی نشان می‌دهد که یک زن در آن زمان از جایگاه اجتماعی خاصی برخوردار بوده که توانسته از چندین و چنین نسخه ای داشته باشد و آن را اهدا کند نمایشگاه تصور الوهیت، هنر و ظهور مذاهب جهان تا 29 بهمن ماه سال جاری میزبان بازدیدکنندگان در موزه اشمولین آکسفورد خواهد بود